خب ائمه ما در یه شهری زندگی میکردن، اینا در شهرهای مختلف نماینده داشتن، یعنی حرف اونا حرف امام بود و مردم را هم به اصطلاح سوق میدادن به سوی نماینده خودشون. بعد از غیبت صغرای امام زمان که غیبت کبرا شروع شد، این سنت هم ادامه پیدا کرد و مردم به کی مراجعه میکردن؟ نوابی که امام زمان معرفی کرده بود، چهار تا نائب داشت، میرفتن اونجا و عرض کنم که حرفاشون سوالاشون رو میپرسیدن و حرف اینها براشون به اصطلاح مسجل بود و قبول میکردن. آقا این سوال رو داریم، این حرف رو داریم، اینو دادیم، که بعضی خودشون جواب میدادن، بعضی هم از خود حضرت میپرسیدن. در غیبت امام زمان هم عرض کنم طبق اون حدیث معروفی که از امام زمان هست که میفرماد که من حجتم از جانب خداوند بر شما، و در زمان غیبت علمای اسلام حجتن از جانب من بر شما، میرسیم به اصطلاح کار مجتهد و مرجعیت. منتها این مسئله اجتهاد و مرجعیت چون قبل از نظام مقدس جمهوری اسلامی ما یک نظام اسلامی نداشتیم که اینو بیاد قشنگ مدونش کنه و مردم از به اصطلاح سرگردانی در بیارن که چیکار باید بکنن، به صورت پراکنده بوده. یه مرجعی که مرجع خاص بوده مثل آیت الله بروجردی یا آیت الله مثلا از قبلش فرض کنیم که حکیم یا افراد دیگری که بودن، اینا مردم بهشون اقبال میکردن، مراجعه میکردن. در زمان عرض کنم که نظام مقدس جمهوری اسلامی که به ابتکار امام این قضیه برپا شد، با استفاده از اون برنامه هایی که در دل شیعه وجود داره، امام مردم را از این سرگردانی و پراکندگی اومدن سوق دادن به سوی ولی فقیه، که عرض کنم خدمت شما باز داریم احادیثی داریم که مراجع باید بشینن و یک نفر رو معرفی کنن. اینو داریم، ما حدیث داریم دستورات که یک نفر رو معرفی کنن که مردم بهشون چیکار کنن و کدام دادن. یه عالمی باشه که فقیه باید باشه، هوای نفت نداشت باشه، شجاع باید باشه. از کنم خدمت شما قدرت تفریق این کدها رو دادن که باید یه نفر چیز باشه. حالا که جمهوری اسلامی هست و سیاست اسلام باید یگانه باشه و به اصطلاح از حلقوم یک نفر باید در بیاد و از کنم خدمت شما و این دستور العمل مطاع باشه، گفتن همه خبرگان بیان بشینن یه نفر رو انتخاب کنن. دو حالت داره این، یا مردم خودشون اقبال میکنن مثل خود امام. خود امام انتخابی کی بود؟ انتخاب مردم بود دیگه، امام کسی انتخابش نکرد. همه مردم، همه شیعیان جهان و خیلی از مسلمان های دنیا اومدن اقبال کردن به امام. حضرت امام، امام اومد گفت اگر این اطلاعات دست مردم نرسید و اون فرد مشخص نشد، خبرگان مردم در سر تا سر کشور بیان بشینن و یه نفر رو معرفی کنن و اون یه نفر که معرفی شد، این چیه؟ این ولی فقیه و باید همه ازش اطاعت بکنن. که بعد از امام به اصطلاح خود به اصطلاح مقام معظم رهبری رو بدون استثناء در اون جلسه خبرگان همه بهش رأی دادن و به عنوان ولی فقیه معرفی شد و در غیبت امام زمان دستور ولی فقیه حکم همون اطاعت از امام رو داشت، چون خودشون فرمودن که در زمان غیبت علمای من، علمای ما بر شما چیان حجتن. چون همه علما در سر کشور نشستن و انتخاب کردن از طرف همه مردم ولی فقیه رو، الان ولایت فقیه با توجه به آثاری که واقعا داره که امام فرمود اگر شما دنبال ولایت فقیه باشید آسیبی به مملکت شما نمیرسه، الان شما ببینید همه دنیا، این بعضی از این سران عرب هم اومدن و اینو اقرار کردن، گفتن که رهبری، مقام معظم رهبری در ایران باعث شده که نگذاره آسیبی به مملکت برسه. ولی اونا شما ببینید الان دور بر ما رو، همه دنیا رو شما ببینید، که خود پوتین هم اومده بود آقا رو دیده بود، اصلا گفته بود که من انگار مسیح رو دیدم، و بعد گفته بود تا زمانی که رهبری های ایشان هست ایران دوچار مشکل نمیشه. به خاطر چیه؟ به خاطر این که ولی فقیه ما بوی ولایت رو میده. ما میگیم نماید، ما چرا برای مسلم گریه میکنیم؟ شما چرا برای مسلم عزاداری میکنیم؟
برای اینکه میگیم اینها اومدن نماینده امام رو شهید کردن، یعنی امام فرمود مسلم شما نماینده منی، برو چی میگن اینو و اینو فرسا. اینه که ما میگیم که در شیعه ولایت فقیه میتونه استمرار داشته باشه، در غیر شیعه نمیتونه، دلیلش اینه اینا مرجع تقلید ما نمیتونه خارج از دستورات قرآن حرف بزنه، نمیتونه خارج از دستورات پیغمبر حرف بزنه، یعنی همون جایی که اونا گفتن اینا بیان میکنن، قرآن رو بیان میکنن، دستور امام رو بیان میکنن، احادیث ما رو بیان میکنن و میگن طبق این احادیث اینجوریه. فلذا چون اینا منتسب به قرآنن و منتسب به ولایت و ائمه هستن، حکمشون برای ما جاری و ساری است، ما باید ازشون اطاعت کنیم. و خاصیت ولی فقیه هم اینه که سیاست اسلام رو، دین اسلام رو، دین قرآن رو نگهداری میکنه و ازش حفاظت میکنه. این یه مسئله است. چرا بعضی از موقعات در بعضی از مسائل مراجع ما وارد میشن؟ برای اینکه قرآن اجازه نمیده. این آیه به اصطلاح نفی سبیل که معروفه، مال مراجع است که میگن خداوند هیچ راهی برای تسلط کفار بر مسلمان ها قرار نداده، خارج از این نمیتونه. این یعنی ولایت فقیه، این یعنی میگن که اون استاندارد ها، اون دیوارهایی که قرآن کشیده ما خارج از اونها نمیتونیم بگیم، ولو اینکه آمریکا باشه، ولو اینکه نمیدونم همه قدرت های دنیا باشه. که امام هم فرمودن در یه جمله، فرمودن اگر همه ما رو مظلومان شهید بکنید، ما باز از عقیدمون دفاع میکنیم. پس بنابراین ولایت فقیه استمرار ولایت ائمه ما هست در زمان غیبت.